سلام، خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستم و تونستم برای حافظ شیراز، لایوی حافظ شیراز وقت بذارم. بدون مقدمه تا 400 یا تا 410 خونده بودم جناب امین شریفی، خیلی خوش آمدید. تا 410 خونده بودم اگر اشتباه نکنم، آخرشونو که نگاه کردم بخونم و جلو برم ببینم تا چند میتونم امروز برم. 411. ای خونبهای نافه چین، خاک راه تو خورشید، سایه پرور طرف کلاه تو، نرگس کرشمه میبرد از حد، برون خرام ای جان فدای شیوه چشم سیاه تو. خونم بخور که هیچ ملک با چنین جمال از دل نیایدش که نویسد گناه تو. فردا به روز حشر که عرض خلایق است، باشد در آن میان به من افتد نگاه تو. یاران هم نشین همه از هم جدا شدند، ماییم و آستانه دولت پناه تو. حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت آتش زند به خرمن غم دود آه تو. یکی که خرمن رو خرمن از ذهنم اومد، ببخشید، بیت سومش بود اگر اشتباه نکنم. یه عبارت خیلی قشنگی داره، میگه خونم بخور که هیچ ملک با چنین جمال از دل نیایدش که نویسد گناه تو. یعنی یه جور پارتی بازیه، میگه هیچ فرشته ای وقتی که تو رو نگاه کنه، انقدر که شما زیبایی، انقدر با چنین جمالی که تو داری، انقدر خوشگلی، هیچ فرشته ای دلش نمیاد که برای تو گناهی بنویسه، چون فرشته ای که میان و گناهان آدم ها رو می نویسن و تو اون دنیا باید جواب پس بده، میگه که تو انقدر خوشگلی، هیچ فرشته ای دلش نمیاد بنویسه، پس هر جنایتی میخوای بکنی بکن، بیا خون منو بخور. خیلی جالب بود این عبارتی که اینجا باز پارتی بازی دیگه، میگه که همه طرف تو رو میگیرن، هیچ کی طرف من نمیگیره و هیچ کس اصلا گناه تو بی خیال میشن، ندید میگیرن، بخور. و یه موضوعی هم بود درباره آستانه دولت پناه. دولت پناه یعنی یه جایی که همه رو به عبارتی به خودش میپذیره و برکت و دولت میده. خیلی جالبه درباره دولت صحبت کردن، یه مقوله ایه که به نظرم باید بشینیم و یه بار مستقل در موردش صحبت کنیم. خانم ابراهیمی خیلی خوش آمدی، مهندس خدا بخشی عزیز خیلی خوش آمدی، هادی خانی عزیز خیلی خوش آمدی، خوشحالم که شما رو میبینم. من کادر رو خوب تنظیم نکردم، فکر میکنم اینجوری میشه همش سوراخ دماغم دیده میشه. به هر حال ببخشید، یه مقداری هم سرما خوردم، به هر حال عذرخواهی میکنم. تمدن 45، خیلی خوش آمدید. 412. تا به بنفشه میبرد طره مشک سایه، با دیگه رو بخونم. 412. تا به بنفشه میبرد طره مشک سایه تو، پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز، که از سر صدق
می کند شب همه شب دعای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همند، این همه یه بار بگم خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور هم است، این همه نقش میزنم در طلب وفای تو. شور شراب و سوز عشق آن نفسم رود ز سر، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو. مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای تو. دولت عشق بین، دولت عشق بین که چون از سر فقر و احتشام گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو. من که ملول بودمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. شاه نشین چشم من تکیه گه خیال تو، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای تو. خوش چمنیست عارضت، خاصه که در بهار حسن، حافظ خوش کلام شد مرغ غزل سرای تو. من از روی حافظ شیراز میخونم، جناب شریفی، حافظ شیراز احمد شاملو. منصور خانم حکمتی، خیلی خوش آمدید، احوال شما چطوره؟ 413. گلبن عیش میدمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو. مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نکهت زلف یار کو. هر گل نو ز گل رخی یاد همی دهد، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل، بهر خدا نگار کو. خیز که شمع صبح دم لاف ز عارض تو زد، خیز که شمع صبح دم لاف ز عارض تو زد، خصم زبان گذار شد، خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار. من الان دارم متوجه میشم که خیلی تو دماغی دارم میخونم، عذرخواهی میکنم از شما که با این وضعیت بعد میسید سرماخوردگی میسید جدی. نجفی اگه اشتباه نکنم، خوش آمدید.
یاشیل خیلی خوش آمدی. بله، تفاوتش با نسخه سایه و قزوینی زیاده و یعنی الان چندمین برنامه است، یعنی قصد کردم که این کتاب رو که خب صوتی نشده تا حالا و دربارش حرف و حدیث زیاده، یک بار تا آخر برم. امیدوارم که تمام بکنم، خیلی زود هم تمام بکنم. درباره میخواستم یه حرفی هم بزنم. دیده اعتبار کو، یعنی کو اون چشمی که عبرت بگیره. هر گل نو ز گل رخی یاد می‌دهد، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. یعنی کو اون گوشی که بشنوه حرفای اون به اصطلاح هر گل نو که میاد و پندی میده و از گل رخی یاد میده، کو گوشی که سخن بشنوه و کو چشمی که عبرت بگیره. جناب شریفی، من مقدمش رو هم خوندم، دو تا فایل، یکیش حدود 53 دقیقه است، یکیش حدود 30 دقیقه فکر میکنم. توی کانال آپارات من میتونید پیدا بکنید، توی کانال ستیق، کانال تلگرامی من میتونید پیدا بکنید. همه مقدمه شاملو رو خوندم، یعنی به غیر از اونایی که جدول بود و چیز بود، اون چیزی که متن بود و تمام غزلهایی که مثال آورده، آره، دو تا فایله توی کانال تلگرامی من یا توی آپارات، اگر توی کانال آپارات من اگر ببینید، یه دستبندی دارم به اسم حافظ شیراز. توی اون حافظ شیراز دو تا فایل اول مقدمه احمد شاملوه و بقیهش هم همین لایوهاییه که میرن اونجا میشینن، اونجا ببینیدش. خانم ملیسا شکیبا خیلی خوش آمدی. همین دیگه، 414 خانم بریجانی خیلی خوش آمدید. ای پیک راستم، خبر سرو ما بگو. خبر یار ما بگو دیگه. ای پیک راستان، خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو. بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشا بگو. ما محرمان خلوت انسی، غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. هر کس که گفت خاک در او نه توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. دلها ز دام طره چو بر خاک می فشاند، با آن غریب ما چه گذشت از جفا بگو. بر هم چو می زد آن سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت؟ بگو ای صبا بگو. گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هر چند ما بدیم، تو ما را بدان مگیر، شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. جان پرور است صحبت ارباب معرفت، رمزی برو بپرس، حدیثی بیا بگو. جان پرور است صحبت ارباب معرفت،
رمزی برو بپرس و حدیثی بیا بگو. آن می که در سبو دل صوفی به عشوه برد، کی در قدح کرشمه کند؟ ساقیا بگو. صوفی که منع ما ز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. حافظ، گرت به مجلس او راه می دهند، می نوش و ترک زرق برای خدا بگو. جناب حبیب نبوی گرامی، خیلی سرافراز میکنید من رو و به لایو من میایید. همشکل لطف دارید. پریسا آذر فرسا، خیلی خوش آمدید. فرام اس ام آی، خیلی خوش آمدید. خیلی غزل قشنگیه. یه دو موردی رو میخواستم. یه جا میگه که هر کس که گفت خاک در او نتوتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. یه جا هم میگه که صوفی که منع ما ز خرابات میکند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. دو تا روش خیلی قشنگ برای مباحثه مطرح کرده. یه جا میگه که اون کسی که میگه که خاک در یار توتیای چشم من نیست، اگه راست میگه بیاد تو چشم من امتحان کنه، چون من خاک در یار رو توتیای چشمم کردم. معاینه به معنی دو نفر چشم در چشم شدن هم هست. به معنی امروزی هم اگر نگاه کنیم میگیم که طبیب معاینه میکنه، یه جوری به معنی آزمودن، آزمودن درمان هم میتونه حساب بشه. یعنی یا اینکه به معنی دیدن هم هست، یعنی دیدن. میگه که اگر هر کسی فکر میکنه که خاک در یار توتیا نیست، بیا صحت و سقمش رو توی چشم من بسنجه، ببینه که آیا واقعا خاک در یار توتیا هست یا نه. دو جام هست، خیلی حسیه، سعی کردم حسی بخونمش ولی نمیدونم چقدر موفق شدم. خیلی حسیه. یه جایی که میگه که دلها از دام طره چو بر خاک میفشاند، یعنی این طره یار، این زلف یار که مثل طره است، دلها رفتن توی اون، به دام این طره افتادن. بعد اون وقت این زلفش رو که باز میکنه و اگر شانه ای میزنه، اون دلا همینجوری از روی زلف یار میریزن رو زمین، انگار که مثلا چیزی میزنه و میریزه زمین. میگه وقتی که داشت این کار رو میکرد، یعنی دلها رو از دام طره خودش، یه دامیه، دام اگر بسات رشته های چیز باشه، رشته های بلند تناب باشه، این اونا رو بازش میکنه و دلهایی که سید کرده رو میریزه رو زمین. بعد اون وقت میگه که ای پیک راستان، وقتی که این کار رو میکرد بر آن، با آن غریب ما، یعنی دل غریب من که رفته توی دام زلف یار، چه بلایی به سرش اومد از جفایی که اون کرد، بر من تعریف کن. و بعد میگه که اون سر زلفینه مشکبار رو که به هم میزد با ما سرشه داشت. به سبا میگه بگو، ای سبا بگو. ابوالفضل حسن‌زاده عزیز، خیلی خوش آمدی. هر وقت میایی ما لبخند به لبمون میاد دیگه. و یه عبارت دیگه ای داره، میگه که وقتی که دوباره بران دولت، بران در دولت گذرت افتاد، اولش میگه اول ادای خدمت میکنی، میگه که من ارازت و اینات میگی و
دعاهای لازم رو میگی. من دارم از داشتم فکر میکردم که پادشاه ها چه حوصله ای داشتن، یه ساعت بعد یارو حرف میزنی و خب یه خط از آخرش بگو دیگه. ولی خب به هر حال این کار رو میکرد، میگه که مؤدب میری، به احترام و با ادب میری، خدمت من رو میرسانی، برسان خدمت من رو بهش، یعنی بگو که من مثلا خادمشم یه همچین حالتی، و بعد بهش بگو که ما بدیم ولی تو از گناه ما بگذر، هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر. و اونجایی که میگه صوفی که من اماز خرابات میکند گو در حضور پیر من این ماجرا بگو، خیلی قشنگه. میگه که اگه راست میگی برو با اون بگو، اگه من الان من تنها گیر آوردی من نمیتونم قانع کنم، شاید من سوادم نمیرسه به تو، صوفی هستی حاج آقایی هستی برای خود، من نمیتونم الان به چی دیگه. اگه واقعا مردشی، اگه حرف راستی میزنی، پیر منم که اومد نشست در حضور اون این قصه رو تعریف کنی، ماجرا رو بگو، اون جوابتو میده. شه شهانی خیلی خوش آمدید. 415 گفتا برون شدی به تماشای ماه نو، از ماه ابروان منت شرم باد، رو. عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست، غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو. مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما، کاینجا هزار نافه مشکین به نیم جو. تخم وفا و مهر در این کهنه کشت زار، آنگه عیان شود که رسد موسم درو. ساقی بیار باده که رمزی بگویمت از سر اختران کهن سیر و ماه نو. شکل هلال هر سر مه می دهد نشان، از افسر سیامک و ترک کلاه زو. حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست، درس حدیث عشق برو خوان و زو شنو. جناب رسول اسدی، مشتاق دیداریم، خیلی خوش آمدید. ایران آریایی خوش آمدید. جناب فرشید عباسی خیلی خوش آمدید. این غزل معدود یا فکر میکنم آره دیگه فکر میکنم معدود، نمیتونم بگم تنها، یار حسودی میکنه، کم سابقه داره توی شعر حافظ. یار دعوا میکنه، دعوا میکنه با شاعر که برون شدی به تماشای ماه نو، از ماه ابروان منت شرم باد، رو. یعنی نیا بر تماشا منو، برو. عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست، غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو. یه جوری احساس خطر انگار، میگه که آقا تو همیشه عاشق من بودی، یا الان باید پشت من در بیای، باید طرف منو بگیری، یاران تو. یعنی خود به خود خودش رو یار تلقی میکنه، میگه که ها غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو، الان باید تو هوای منو داشته باشی. کمتر معمولا توی غزل های حافظ معشوق بی‌اعتناست به شاعر و اونوار که اصلا براش مهم نیست، این هی التماس میکنه، هی میخواد، ولی اینجا اونم چیز شده به اصطلاح، اونم اینجوری دلش ترسیده به برنتی. به هر حال اصلا خیلی قشنگیه.
416 مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت بخسپیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. کان که در مزرع دل تخم وفا سبز نکرد، زرد رویی کشد از حاصل خود وقت درو. گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. تکیه بر اختر شبگرد مکن کاین عیار تاج کاووس ربود و کمر کیخسرو. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق خرمن مه به جوی، خوشه پروین به دو جو. اندر این دایره می باش چو دف حلقه به گوش، ور قفایی خوری از دایره خویش مرو. آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. من سلام عرض میکنم به دوستان گرانقدرم، آقای عزیزی کوتنایی و آقای دکتر عطایی. خیلی خوشحالم که شما رو توی این برنامه میبینم. به هر حال چه دلم برای دیروز تنگ شد و برای تکرارش. من درباره این غزل خواستم موضوعی رو بگم، درباره گوشوار زر و لعل. خب یه کنایه ایه که مشخص شخص مقابلش متموله و گوشوار زر و لعل به خودش، گوشواره های زرین و لعل به خودش آویزون کرده. و خب اینا وزن زیادی دارن، اصولا هر چقدر سنگین تر باشن ارزششون بیشتره، مثل وزن طلا و جواهر. گران به معنی سنگین هم هست، گران به معنی پربها هم هست. اون وقت گران داشتن گوش به معنی که این گوشواره که واقعا آویزونه و گوش رو سنگین کرده، یه چیزی رو گوشش سنگین میکنه هست. یکی هم گران بودن گوش، سنگین بودن گوش، یعنی این که باعث بشه که شما نشنوی. میگن یکی کم شنوا شده، میگن گوشش سنگین شده. میگه هر چند که تو دیگه به اصطلاح وضع مالیت خوبه و زر و لعل زیاد داری و کسایی که وضعشون خوبه دیگه زیاد نصیحت گوش نمیدن، ولی از من بشنو، دور خوبی گذران است، یعنی برای همیشه نمیمونه دیگه. چه میخواستم بگم؟ این عبارتی بیتی بود که توی جای دیگه ندیده بودم. من در این دایره میباش چو دف حلقه به گوش، و قفایی خوری از دایره خیش مرو. دایره یه آلت موسیقی، یعنی همین دف، قفایی خوردن، ضربه‌ای که به دف میزنن میتونید در نظر بگیریم. و میگه از دایره خیش مرو. معنیش اینه که اگر سختی دیدی خودت رو نگه دار، ولی مثل اون دف که هر چقدر به پشتش میزنن اون شکل مستدیر یا دایره وار خودش رو حفظ میکنه.
دیگه چه عرض بکنم، چهارصد و هفده، گر تیغ بارد در کوی آن ماه، گردن نهادی الحکم لله. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آیینه رویا آه از دلت آه. از صبر عاشق خوشتر نباشد، صبر از خدا جو اجر از خدا خواه. گر در خاک پایت گر نیست بارم، باری بمیرم بر خاک درگاه. من رند و عاشق وانگاه توبه در موسم گل، استغفر الله. دلق ملمع زنار راه است، صوفی نداند این رسم و این راه. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت بیراه. ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. شوق لبت برد از یاد حافظ درس شبانه ورد سحرگاه. من خیلی خوشحالم که دوستان شنونده من مخصوصا آقای دکتر عطایی و عزیزی کوتنایی گرامی که تشریف آوردن، واقعا خودم دست پامو جمع کنم مرتب تر بشینم. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، عکس انعکاس قاعدتا، و اون مهر باید یه انعکاسی، یه پرتوی، یه تشعشعی بر من میفکند ولی نیفکند، و در آینه انعکاس رو میشه دید. آینه روی اومده، یعنی کسی که رویش مثل آینه است، و آینه از روی آه آینه رو مکدر میکنه، این آه میکشه و از یار که رویش به شفافیت آینه است گله میکنه که چرا مهر تو خود یار رو به یه مهری تشبیه کرده، شاید بر ما عکسی نیفکند، یعنی پرتوی از اون مهر روی تو بر من نیفتاد. آه، خیلی جا آه نمیکشه ولی اینجا دیگه کشیده. خیلی جالبه، میگه من رند و عاشق وانگاه توبه، بازم اونم در موسم گل، استغفرالله. استغفرالله داشتم میگفتم، ترسیدم یه لحظه، آقای دکتر عطایی هم اینجا بود، عامیانه گفتم دیگه جار و مجرور و اینا رو دیگه از ما بگذرید بابتش. و عبارت کلیدی در این غزل هست درباره حافظ که دستمایه خیلی از نتیجه ها میتونه بشه: ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. یعنی یا جام باده رو بیار دربارش صحبت کنیم، یا قصه کوتاه، یعنی که دیگه حرف نزن. به عبارتی داره طرف رو به سکوت دعوت میکنه. آقای محمد محمودی، خیلی خوش آمدید. عزیزی، جی اچ عزیزی، آقای خان غزل 418 رو هم بخونم. خیلی شبیه هم وزن، هم قافیه، هم دوتا شما استغفرالله دارم. عیشم مدام است از لعل دلخواه،
کارم به کام است الحمدلله. ای بله مستفعلن فع مستفعلن فع، خیلی وزن کمیابی هم هست جناب بیکام. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام درکش گه لعل دلخواه. رخ بر نتابم از راه خدمت، سر بر ندارم از خاک درگاه. گر زهر نوشم باری از آن دست، ور خاک گردم باری در آن راه. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم جانی و صد آه. کافر مبیناد آن غم که دیده است از قامتت سرو از عارضت ماه. ما را به مستی افسانه کردند پیران جاهل شیخان گمراه. حافظ نبودی شیدای عالم گر می شنودی پند نکوخواه. دو تا غزل خیلی خاصند که به هر حال یه کتاب حافظ با این وزن و با این قافیه باز خاص در سروده شده. من دو غزل دیگر بخونم و یه استراحتی بکنم، اگر مقدور بود دوباره برگردم. از بابت این شلختگی برنامه، این فکر کنم اوایل تابستون بود شروع کردم یا اواخر بهار بود، شاید پارسال نمیدونم، یه زمانی من اینو شروع کردم هنوز تموم نشده به خاطر اینکه منظم نمیتونم وقت بذارم که این ساعت تا این ساعت بشینم. به هر حال حافظ جان کلاس شبانه هم میرفته. اصلا این جناب عزیزی، من اثری از مثلا ساعت 7-8 صبح ندیدم توی شعرهای حافظ. ببین تا اونجایی که صبح کاذب میره صبح صادق میاد این می صبوحیشو میزنه، تا اونجاها گزارشش توی شعره حافظ هست. بعدش دیگه فکر میکنم چپه میشه تا لنگ ظهر دیگه. اصلا من ساعت 10 صبحش چیزی نمیفهمم که مثلا این پاشو صبحونه خورد بند خدا نخورد. خواهش میکنم شکل. بله درس شبانه کجا بود؟ درس شبانه شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سحرگاه. 419 به مکتب نرفته بود بدنم، حالا که معلوم همینطوره. یه یادداشتی نوشته بودم، حدس و گمانم اول با یکی دو جمله شروع شد طولانی شد که حافظ چجور آدمی بوده، چجور آدمی بوده، به نظر من چجوری بوده، اولا که مایه‌دار بوده، ثانیا که خیلی شیک و اشرافی بوده، نمیدونم باهوش بوده، اون چیزایی که از شعرش گرفته بودم. اون یادداشت رو برای شما میفرستم، چیزی بی افزایید و بکاهید. به هر حال خیلی جالب میشه اینجوری، یعنی با بررسی شعراش مثلا میدونستم که خورش آبدار خوشش نمیاد، یعنی از این دلیل از کباب خوشش میاد، غذا رو هم همیشه میذاره خشکش میکرد میخورده، من اصلا سلیقه از لاغرم بود اصلا این چی نمیخورده. 419 وصال او ز عمر جاودان به، خوش
خداوندا مرا آن ده که آن به، دلا دایم گدای کوی او باش به حکم آن که دولت جاودان به. به خلدم زاهدا دعوت مفرما که این سیب زنخ زان بوستان به، به داغ بندگی مردن بر این در به جان او که از ملک جهان به. گلی کان پایمال سرو ما شد بود خاکش ز خون ارغوان به. سخن اندر دهان دوست گوهر، ولیکن گفته حافظ از آن به. دلا دائم گدای کوی او باش به حکم آن که دولت جاودان به. حالا این حکم چیه؟ به شمشیرم زد و با کس نگفتم. اینو آره نداره اینجا. محمد رضا ایرانزاده. خیلی خوشحالم میبینم از جناب ایرانزاده. توی گروه های وزینت هم هستم که با میشه استفاده میکنم. خیلی خیلی معاصر جناب کوتنه، خیلی واقعا عین ما داره چیز میکنه، عین ما داره فکر میکنه، عین ما داره زندگی میکنه. خیلی و فکر کردنش، یعنی میدونید یه سحری یه سریه که از طوری حرف میزنه که از قید زمان و مکان خارجه. یعنی یه فکرهایی رو مطرح میکنه که همیشه میتونه به ذهن آدم بیاد. جناب مرتضی ام خیلی خوش آمدید. آها داشتم میگفتم دلا دائم گدای کوی او باش به حکم آن که دولت جاودان به. یعنی اینجا یه به حکم آن گفته، یعنی داره برای حرف خودش دلیل میاره. میگه دلا دائم گدای کوی او باش، انگار که این برگرده چرا، چرا من باید دائم گدای کوی او باشم. اونم میگه به حکم آن که، به دلیل آن که، به این اصل، بر این مبنا که دولت بهتره که زود گذر نباشه دیگه، بهتره که جاودان باشه. یعنی اگر گدایی در کوی یار دولت باشه، تو دائم اونجا باش، چون دولت خوبیش اینه که جاودان باشه دیگه. یه روز باشی بعدا نباشی، انگار که دولتت مستعجله میره. بله بعضی دیتای بله خوب رو واقعا نداره، ولی بعضی غزلهایی رو من اینجا دیدم که هیچ جا ندیده بودم و خیلی قشنگن. حالا صرفا به عنوان اینکه یه غزل خیلی قشنگ هم در نظر بگیریم قشنگه. دولت همون دارایی منظورشه، میتونه دارایی باشه بله، و میتونه بخت و اقبال باشه. جناب فرشید توی کانالم من یه هشتگ دولت رو بگردید، یه کلمه دولت رو سرچ کنید، یه گفتار ویرایش نشده یه چیزی بوده 10-12 دقیقه، شاید بیشتر شاید کمتر، درباره این مثال ها و انواع کاربردی که از دولت توی شعر حافظ شده صحبت کردم. فکر میکنم خوب باشه، فکر میکنم اون چیز رو توی ذهن آدم بیدار میکنه که یکی یکی به این صرفت میفته اینو منظورش کدوم بوده، اینو منظورش کدوم بوده. همین آخرش هم یه تعریفی از خودش میکنه، میگه سخن در دهان دوست شکر یا گوهر، ولی که گفته حافظ از آن به. 420 نبری خون ارغوان. بله عبارت خیلی قشنگیه جناب عزیزی. یعنی
بود خاکش ز خون ارغوان به. کلمه خون ارغوان الانم شعرهای شفیع کدکنی یا اون شعرهایی که میگیرن از این عبارت ها یکی دو تا استفاده میکنن، باعث میشه تو دل بشینه این که سر تا پا همینا رو داره. 420. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای، یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی چه؟ سخنت راز دهان گفت و کمر رمز میان، زین میان تیغ به ما آخته ای، یعنی چه؟ نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای، یعنی چه؟ هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته ای، یعنی چه؟ حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته ای، یعنی چه؟ درباره این غزل ما قبلا هم صحبت کردیم، ولی بازم جا داره. سر تا پای این غزل زیباست، حالا بعد دربارش بارها بشیم صحبت بکنیم. همینجا دعوت میکنم از دوستان که یه جلسه شرح سطر به سطر برای این غزل نزدیکم. خانم ویدا خوش آمدید، محسن عزیز خوش آمدید، یک داریوش، بله سحر بلبل حکایت با سبا کرد. هیچ واژه‌ای در مکتب حافظ جان اندازه پرده مفاهیم متعدده ندارد، بسیار گسترده دار کلامش. و بله پرده کلمه تاب، کلمه تاب وقتی که اینجا دیدم تاب با بنفشه میاد درباره کلمه. واقعا هم ادامه بحث دیروزمون، از کوچکترین فرصتی برای شیطنت استفاده کرده و هیچ فرصتی رو از دست نداده برای کلمه ها، برای مفهوم های دورش. واقعا من تا 420 خوندم، 400 و... تاب، بله تاب بنفشه میداد، یا اونز تاب، خیلی خیلی تاب، واقعا خیلی قشنگ میشینه تو همه معناهاش. ز تاب جعد مشکینش به معنی تعب، به معنی تاب، به معنی پیچ و تاب، به معنی تابش، حتی به معنی خیلی خیلی، و هر کدومشون هم با اون یکی ها یه جوری یه ترکیب خیلی پیچیده ایجاد میکنن عبارت ها که تموم نمیشه دیگه. اگر تموم شده بود که تا حالا تموم شده بود، حافظم گرسنه بودیم تو تاخچه، تموم نمیشه. کوروش ملکزاده عزیز خیلی خوش آمدی. کمر سر میان باقی بود، چی گفته؟ رمز میان، بله بله سخنت راز دهان گفته کمر رمز میان، بله 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 سخنت رمز دهان گفته کمر سر میان، خیلی قشنگتره. بله منم موافقم با شما، بله منم موافقم، ولی خب عوض شده دیگه. درباره چیز نیاز به توضیح نیست، حتما دوستان میدونن. شاملو چیزی که میگه، میگه من هیچ چیزی رو از خودم در نیاوردم، فقط اون چیزی که دیدم دیگه تقدم تأخر و اینا رو رعایت نکردم، از خودم در نیاوردم، به غیر از یک مورد یا دو مورد که میگه جای صوفی رو با ساقی و اینا عوض کردم و اینا، بقیهش رو میگه من دست نزدم،
فقط نسخه ها رو همینجوری مثل چیز ریختم جلوی خودم، از هر کدومش هر کدوم خوشم اومد ورداشتم کنار هم چیدم، به هر حال اون ثبت شده دیگه، اون وجود داشته به روایتی دیگه، اینی که این پشت سرش این اومده و اینا رو کار نداشتم. بعد ورداشتم یه بر زدم به عبارتی، بعد نشستم مرتبشون کردم. یعنی میگه من خود ساخته کاری نکردم، هر چی بوده توی نسخ بوده، حالا این نسخ کم اعتباره، این نسخ پر اعتباره، این نسخه متقدمه یا این متأخره یا این پر تواتره این کم تواتره، من به اون شیوه نگاه نکردم. میگه حرف بدی هم نیست، حرف بدی هم نیست، در برش صحبت میکنم. من تا 420 خوندم، 21 میشه در سرای مغان رفته بود و آب زده، که دوست دارم باز در خدمت شما باشم، الان هم فعلا فرصتش هست، یه استراحت کوتاهی بکنم 10 دقیقه رو دیگه برگردم. ازتون خواهش میکنم که اگر فرصت دارید برگردید، و دوستی اگر بالا میخواد بیاد و صحبتی بکنیم یا غزلی بخونه به من بگید یا ریکوست بفرستید. فعلا چند دقیقه از حضورتون مرخص بشم، 10 تا 10 تا بشه که بهتر هم بشه آرشیوش کرد. قربون شما.